چای، دم کردنش، نوشیدنش و ابزارش. این نوشیدنی خوشبو و خوشمزه و گاهی هم تلخ، چه جنگ ها که بر سرش نشده. مردم قیام ها کردن و قراردادها سرش بسته شده. در فرهنگ ما ایرانی ها چای جایگاه ویژه‌ای داره، به نحوی که متداول ترین چیزی که تو دید و بازدیدها و تو پذیرایی از مهمونا مورد استفاده قرار میگیره اکثرا چایه. در فرهنگ ایران نه تنها جای قهوه رو میگیره، بلکه بخشی از فرهنگ عام است. چای ایرانی رنگ و طعم خاصی داره. ایرانی ها چای رو با قند و یا نبات میخورن. در بیشتر چایخونه های سنتی ایران هر روز صبح مردم سماور و کتریشون رو روشن میکنند و یه قوری روی اون میذارن و تا شب خاموشش نمی کنن. چای بخش مهمی از صبحانه ایرانیه. ایرانی ها بعد از نهار و شام هم چای می نوشن. تقریبا غیر ممکنه به مهمانی و دور همی ایرانی دعوت بشید و چند فنجان چای نخورید. چای علاوه بر اینکه محصولی زراعی به حساب میاد، مصرف اون تبدیل به فرهنگ خاص هم شده. این فرهنگ تا حد زیادی بستگی داره به شرایط اقلیمی و آداب و رسوم محلی در نقاط مختلف کشور. مثلا تو مراسم خواستگاری، چای آوردن عروس اولین فرصت دیدار چهره به چهره خانواده داماد با عروسه. چای تو ضرب المثل ها و اصطلاحات ایرانی هم نفوذ کرده و مردم بسیار از این ضرب المثل ها استفاده می کنن. مثلا میگن چای نخورده پسر خاله شد، به معنی اینکه فوراً صمیمی شد. محمد میرزای چایکار به عنوان سفیر ایران تو هندوستان اولین فرد ایرانی بود که به عنوان یک بازرگان شیوه کاش و مصرف چای در ایران و جهان رو یاد گرفت و به کار بست. همینطور او شهر لاهیجان رو به دلیل وجود هوای مناسب برای کشت چای انتخاب کرد و امروزه این شهر به عنوان مرکز کشت چای تو ایران شناخته شده است.